چرا فکر کردی برای اینکه حرفتو بزنی باید بخونی؟ با حاله به نظرم یه تغییر جهت دوست داشتم که اینم امتحانش کنم، میدونی؟ یعنی تغییر جهت از کجا به کجا؟ تغییر جهت یعنی حالا از بلاگری میام یه ذرم خوانندگی، ببینم خوانندگی حالا هواش چجوریه، امتحان کنم، تجربه کنم دیگه. ممکن اصلا یه مسیرم کلا زندگیم عوض شه با این کاری که دارم میکنم، یعنی فقط به همین که به فان بگیرمش و حالا یه فقط یه ذره بخوام تجربه کنم نیستش، ممکنه کلن مسیر زندگی من رو این کار عوض کنه و اصلا برم توی داستان دیگه. امیدوارم که اینجوری شه، چون خودم اینو تصور میکنم. الان که تجربهش کردی که؟ هنوز نکردم که، بذار پخش شه. تو موزیک تو خوندی؟ خب آره، نه موزیکم خوندم، آماده است، ولی دوست دارم پخش شه. نظر مردم برام مهمه، اینکه مثلا فیدبک خوب بگیرم از این کار باعث میشه من مسیر زندگیم عوض شه واقعا و ادامه بدمش. و میدونم که تا 99% فیدبک خوب میگیرم، چون خیلی وقت گذاشتم، خیلی هدفمند بردم جلو این قضیه رو. امیدوارم که اگه خیلی هم طول کشید به خاطر همین قضیه بوده که دوستش هم به بهترین شکل ممکن ایجادش کنم، پرموتش کنم، پخشش کنم، همین هم میشه 100%. یعنی اون رضایت در گروه فیدبکی که از مردم میگیری؟ ببین خب مهمه برام، میدونی این خیلی مهمه. خب آدم وقتی زحمت میکشه خستگیشو اون در میاره دیگه، اصلا وقتی من مردم دوست دارنش، حالا از کاری که کرده راضین، این خب قطعا خوبه دیگه، من خستگیم در میره. متشکرم. مصاحبه داریم میکنین؟ ببین این یادگاریه که مال خودته، اوکی. میدونی یعنی این شکلی بهش نگاه نکن که الان بعد خودت ممکنه فقط بشینی ببینی. فرض کنید یکی کنسرت گذاشتی میشینی، حالا الان فعلا به کنسرت حقیقتا فکر کنم. دوستان همش به هم میگن مثلا ان شاءالله کنسرت بذاری، ان شاءالله نمیدونم رو استیج ببینیم. اصلا الان به این قضیه فکر نمیکنم، یعنی اصلا حتی 1% تو برنامه‌ام نیست که بخوام همچین کاریو بکنم، ولی خب آینده رو نمیتونه پیش بینی کنه، ممکنه همچین اتفاقی بیفته، ممکنه از من بهش فکر نکردم. من فکر میکنم که حد فاصله بین اینکه کار پخش بشه، ریلیز بشه و فیدبکی که قرار بگیری خیلی کوتاه باشه. یعنی لازم نیست مثلا 5 ماه 6 ماه صبر بکنی که بفهمی چه فیدبکی داره، احتمالاً تو همون 3-4 روز اول. آره دقیقاً. بعد اصلا غیر از این من میگم طبق برنامه‌هایی که برای خودم گذاشتم، من موزیک بعدیرم آماده کردم، موزیک بعدیشم حتی آماده کردم که اصلا جلو برم. دقیقاً همین می‌خواستم بپرسم که تو یعنی فقط به همین یه کار ختم نمیشه، ادامه خواهد بود و من مطمئنم که فیدبک خوب میگیرم. اصلا مگه میشه آدم این همه زحمت بکشه فیدبک بعد بگیره؟ اصلا نیست همچین چیزی. یعنی دو سه روز بعد که فیدبک اومد تو عبور کردی از این پشیمونی و احتمالا میری سراغ یه کاری که ایدهشو داری. اتفاقا کار بعدی که دارم میکنم خیلی عاشقانه است، یعنی قشنگ متضاد این آهنگی که الان میخواد پخشه، یعنی این حالا از یه جدایی و یه پشیمونی داره حرف میزنه، ولی اون از یه عشق خیلی خوب که خیلی خفنه دیگه، این قشنگ متضاد این خب. میدونم که میخوایم بریم الان برای اولین ویدیو موزیکت. خب با همه انرژی که داری و با همه در واقع دید مثبتی که به کلیت این ماجرا و فیدبکی که خواهی گرفت داری، 1% و حتی کمتر از 1% احتمال این که پس ذهنت وجود داره که اون وقت اگه فیدبک خوب نگرفتی؟ ببین خب همه این فکر رو میکنن اصلا تو ناخودآگاهشون. جواب من اینجا، تو اون آدم پرروه هستی که بگی مهم نیست؟ 100%. وقتی من 4 سال الان هستم توی این، حالا توی اینستاگرام، تو سوشیال مدیا، تو فضای مجازی هستم، به این قضیه عادت دارم، یعنی اینکه هیت بدن، فوش بدن و این چیزا عادت دارم بهش، ولی خب باز ادامه میدم. اینم قطعا همینه، ولی خب میگم دوست دارم اون فیدبک خوبه رو بگیرم، این چیزیه که دلم میخواد، بهم یه انرژی میده که خیلی قوی تر ادامه بدم. شاید ادامه بدم ولی شاید مثلا یه ذره دل سرد بشم. حالا میگم اصلا این قضیه ممکن نیست اتفاق بیفته، من همینجوری پس ذهنم یه وقت این فکر رو میکنم که فکر میکنم این طبیعیه، یعنی هر کسی ممکنه این فکر رو بکنه، هر کسی که به عنوان اولین کار داره یه موزیکی رو میده، هر خواننده‌ای، هر حالا کسی که میاد موزیک میده بیرون، ممکنه که این فکر تو سرش بیاد که من شاید مثلا آهنگمو دوست نداشته باشم. این طبیعیه فکر میکنم، ولی اینکه بخواد منو متوقف کنه نه، این اتفاق نمیفته، من ادامه میدم. مثلا همه این 4 سالی که همه هیتا و همه اصلا آدم موفق باید فوش بخوره، اون روزی که فوش نخوری یعنی داری اینجوری میری، وقتی فوش بخوری یعنی داری اینجوری میری. یه چیز دیگه هم الان به ذهنم اومد، اینکه تو یه زمانی به واسطه اینکه بلاگری، به واسطه اینکه اینفلوئنسری، واینری، هر اسمی که میخوای روش بذاری، آدم
شناخته شده ای که مخاطبینی داره که خیلی طیفشون گستردن. خب ولی وقتی که توی حوزه مثل موسیقی وارد میشی، غیر از اون مخاطبای وفاداری که احتمالاً داری، خودت رو مواجه میکنی با آدمهایی که تخصص دارن تو حوزه موسیقی. خب اون مواجهه با، یعنی بخشی از فیدبک ها از جامعه که کارشون موسیقی، یعنی ممکنه ازم انتقاد کنن، ممکنه یهو سورپرایزشون بکنی، ممکنه هم ازش انتقاد بکنن، مخصوصا برای کسی که من اصلا انتقاد کنن بهم بگن کجای کارت ایراد داره، من خیلی خوشحال میشم. اصلا از همین انتقادا کمک میگیرم برای بهتر شدنم. این اصلا چیز بدی نیست. من اتفاقا از اون اولم همین بودم. اصلا میومدم تو اینستاگرام یه ویدیو میذاشتم، اصلا میرقصیدم، یه ویدیو دنس میذاشتم، اصلا بهم میگفتن تو الان این ایراد داره تو کامنتا میدیدم، مثلا گفتن موهات الان بده، نمیدونم دندونات زشته، نمیدونم اینا رو من میدیدم و بهشون یه جوری دیگه نگاه میکردم. اینکه بخوام بدم بیاد یا بلاکشون کنم اصلا نبوده. همیشه از اول این عادتو دارم که از اونا استفاده میکنم برای بهتر شدنم، یعنی نقطه ضعفامو پیدا میکنم. خب اونا دارن بیرون منو میبینن، شاید واقعا راست بگن، همش نمیشه گفت مثلا دارن حسودی میکنن، که شاید بعضیشون هم درست بگن، البته با کمال احترام. وقتی یعنی فوش دادن نه بلاک میکنم، ولی وقتی انتقادشون رو با احترام بهم میگن، حتما گوش میدم به حرفشون رو بهتر شدنم کار میکنم. دوست داری اولین نفر که ویدیو تو ببینه؟ مردم همه. یه نفر رو بگو. فکر کنم الان آماده است موزیک ویدیوت و ممکنه که قبل از اینکه بخوای پخشش بکنی به یه آدمی نشون بدی، یه دلت میخواد وقتی پخش شد اون آدم اولین نفر باشه. خب اسم میکرم تونم حقیقتا بیارم، ولی دوست دارم همه اونایی که یه تایمی خب خیلی مسخرم کردن، خیلی اذیتم کردن، اونا ببینن و این موفقیتم حتما قطعاً میبینن. آره به اونا دوستان اونا، حالا یه نفر خاص نیست، ممکنه چند نفر باشن، اونایی که حالا تو گذشتم خیلی موجب این شدن که من اعتماد به نفسم رو از دست بدم، خیلی دوست دارم که اونا ببینن و ببینن من چقدر قدرتمند و قوی شدم که دست به کار بزرگ میزنم، ریسکای بزرگ میکنم. اون چیزی که اونا فکر میکردن من نبودم. تمام هدفم اینه که اینو ثابت کنم. دوست داری که هیچ وقت نبینم؟ نه دوست دارم همه ببینن. یه باز دیدم یه باز دیدم. یه نفر محروم کن. هیچکی واقعا دوست دارم. فکر کن بازی مافیاسی که میخوای بندازی بیرون. حقت چیز سکوت میده روانپزشک. یه نفر حق نداره حرف بزنه. واقعا هیچ کس، یعنی هیچ کس بزنم دوست دارم همه ببینن. هیچ کس داره میگه. آره نه. آره خلاصه که دوست دارم خیلی خوب شم، خیلی هم استرس دارم، دیشبم هیجانه، فکر کنم بیشتر از استرس این هیجان است که داره بهم فشار میاره. دیشبم از این هیجان واقعا اصلا خوابم نبرد، یعنی انقدر تو فکر این بودم فردا چی قراره بگذره، فردا قراره چی بشه، اصلا استرس نگیرم. خب خیلی دیگه امیدوارم که بتونم به بهترین نحو ممکن اجراش کنم و شما لذت ببرید، خودم لذت ببرم. باشم این بردا امروز شوخی دارم من لباسامو میپوشم، حاضر میشم، لطفا بگید که خدافظ.